با عرض سلام و تقدیم ارادت به بخش دوم برنامه امروز پنجشنبه میپردازیم و تصور میکنم که قسمت آغازین و پارت یک این آیه شماره 18 هست که به ترتیب جلو میریم. امیدوارم که بتوانیم که اختصار رو رعایت بکنیم و زودتر این آیات رو تشریح بکنیم و سرعت بیشتری داشته باشیم. ما در پرسشی که از دوستان داشتیم، جوابهایی که دریافت کردیم، هیچ کدام موافق نبودن که این صحبتها رو یک کمی ما جمع و جورتر بکنیم و بیان بکنیم و خواستن که در همین طول و تفصیل همه نکته های آیات مشخص بشه و ایمیل های فراوانی هم من داشتم که استدلال می کردن که ما اگر یک آیه رو کامل بفهمیم می توانیم که نوعاً یک نوع متدولوژی از این آیه استخراج کنیم و برای فهم آیاتی دیگه از اون استفاده بکنیم. و من سعی می کنم که حالا نه به اون طول و تفصیل آیات گذشته و نه به سرعتی که مورد نظر خودم بود، یک چیزی بینابین عمل بکنم که انشاءالله همه راضی باشن. میپردازیم به پخش تصویری آیه شماره 18. اتاق فرمان این آیه رو روی صفحه قرار بدید، با بینندگان همراه میشویم. شهد الله، شهید یعنی شهادت میدهد یا شهادت داد، شهادت میدهد. الله، خدا شهادت میدهد. انه، که او. لا، جز او. اله، نیست معبودی. الا، مگر. هو، او. الله شهادت می دهد که هیچ معبودی جز او وجود ندارد مگر او. اساس و پایه استقرار توحید در قرآن است. مگر او، در اینجا جمله تمام میشه، نه به صورت کامل، ولی باید گفت که در واقع جمله جدید ضمن اینکه متکی به این جمله قبلی است، ولی استقلال خودش رو هم داره. حالا عرض میکنم به چه ترتیب. یک بار دیگر، شهیدن، شهادت میدهد، گواهی میدهد. الله، خداوند کسی است یا هست. انه، آن که. لا، نیست. اله، معبودی. الا، جز یا مگر. هو، او یعنی الله. والملائکه، و همچنین فرشتگان. یعنی بر میگرده ضمن اینکه حالا با یک علامتی ویرگول میگیم که حالا ما به فارسی جدا بشه این اگر میخواستیم که اونطور بنویسیم، ولی ملائکه بر میگرده به موضوع شهده، به موضوع شهادت دادن. یعنی هم الله شهادت میده هم ملائکه شهادت میده به اینکه نیست خدایی، نیست معبودی جز تنها معبودی که همون الله است. یعنی الله هم احد است هم معبود است و به این امر ملائکه هم تصدیق و گواهی میدهد. و اولو، و صاحبان، دارندگان العلم، کسانی که دارنده و
صاحب علم و آگاهی هستند، کسانی که دارندگان آگاهی هستند. اونها هم یعنی ملائکه و اولوالعلم شهادت میدهند به احدیت خدا و به وجود معبود در قالب احدیت حضرت حق. قائمن که برقرار دارنده و سازنده و نگه دارنده و استوار کننده هست. بالقسط بر اساس قسط، عدل و عدالت اجتماعی. لا اله نیست معبودی الا مگر هو او العزیز که عزیز الحکیم حکیم است. همه ای آیه رو پخش بفرمید و تاو فرمان. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهادت می دهد الله، گواهی می دهد الله که اوست الله و نیست هیچ الهی، هیچ معبودی مگر او. و فرشتگان و صاحبان علم و آگاهی، دارندگان علم و صاحبان معرفت و کسانی که آگاه و عارف هستند، اونها هم گواهی می دهند بر همین امر وحدت حق و همینطور گواهی می دهند الله که قائم و نگهبان و حافظ و برپا دارنده و نگه دارنده هستی بر اساس قسط و یا عدالت است. یعنی هم خدا، هم فرشته، هم آگاه، همه اینها هم به وحدت حق و وحدت الله و اله و وحدت اله شهادت می دهند که هم الله یکیست، هم اله یکیست، هم این الله و اون اله یکی هستند. یعنی ما در اینجا به یک مثلث وحدت اشاره میکنیم که هم الله احد است، هم اله که صفت معبود بودن الله است. یعنی الله، توضیح خواهم داد، در قالب اله با جهان هستی در ارتباط قرار میگیره. ربانیت خدا یعنی ساختمان هستی و تربیت هستی بر اساس الهیت خداست. یعنی ما رابطه‌مون با خدا از طریق رابطه‌مون با الهه، نه با الله. در این مورد خطیر و حساس توضیح بیشتری خواهم داد، ولی در یک مثلثی در اینجا میگوید که الله احد است، الله احد است، اله احد است، الله و اله یکی هستند و شهادت میدهند به توحید، به این وحدت سگانه عرض میکنم، توحید بعد از این به توحید شهادت میدهند. سه گروه، یکی خدا شهادت میدهد،
فرشتگان شهادت میدهند، آگاهان شهادت میدهند. سه گروه به وحدت مثلث، به توحید، و همینطور گواهی میدهند به اینکه خدا قائم هست، یعنی که برقرار کننده، ایجاد کننده، سازنده و نگهدارنده. قائم همون خالقی است که هم خلق میکنه، هم در خلق او در قیمومت و سرپرستی و نگاهبانی و نگاهداری وجود داره. یعنی خدا هم خالق و هم قیمه. خدا هم به ایجاد کننده است، هم محافظت کننده است. خالق حافظ است، به این لحاظ به او قائم گفته می شود که قائم نگاه می دارد، سر و پا نگاه می دارد. اولا که به وجود می آورد و بعد برقرار می دارد. یک امری وقتی به وجود میاد، اگر بخواهد که قائم باشد، باید متکی به یک پایگاهی باشد، متکی بر یک متکایی باشد. خوب توجه بکنید، خدا این هستی رو می آفرینه و این هستی که ساخته دست خداست، علاوه بر این که مخلوق خداست، قائم هم هست، یعنی بر یک اصلی استواره، یعنی دارای قانون تمدید و قانون بقاست. بقای هستی منوط و موکول به داشتن صفت قائمیت، یعنی یک چیزی که قائم هست باید یک قیمی داشته باشه، یک نگهداری داشته باشه که بتونه او رو نگه داره. پایه و اساس قیمومت خدا، قوامیت خدا بر اون چه که قائم ساخته، یعنی هستی رو که خدا آفریده، قائم بر قسط آفریده، یعنی اون پایگاه و اون متکایی که این ستون هستی رو خودش نگه می‌داره، اون مبنایی که این ستون هستی رو روی خودش نگاه می‌داره، مبنای قسط یا مبنای عدالت. شما ببینید که در همین آیه کوتاه تمام خط مشی قرآن و تمام خط مشی حضرت خالق رو در ارتباط با خلقت و در ارتباط با جهان هستی در یک واژه که قانون اساسی هستی رو برای همیشه معین میکنه، که هستی قائم بر عدالت ساخته شده. و خدا که قائم هستی است، خدا دست انسانی یا دست گوشتی نداره که خارج بکنه و هستی رو نگه بداره که نیفته هستی. ولی هستی چون ساخته خداست، جدا از خدا نیست و مستقل از خدا هم نیست. اگر قرار است که این هستی پایدار بماند، این هستی باید قائم به یک قیدی باشد، قائم به یک اتکایی باشد، یعنی شرط موجودیت. قائم بودن یعنی شرط موجودیت داشتن. یعنی چه شرطی و چه ابزار و اسبابی برای بقای این هستی، برای بقای عالم امکان وجود داره. موضوع وقتی که قرآن راجع به قائم صحبت میکنه، قائم این نیست که یک مملکت یا یک کره یا یک آدم یا یک خانه بر اساس قسط باشه. راجع به یونیورس صحبت میکنه، راجع به عالم ممکنات صحبت میکنه، راجع به عالم مقید صحبت میکنه، که عالم مخلوق اون چرا که خدا خلق کرده بر محور عدالت استواره، یعنی زیربنا و فاوندیشن ساختمان هستی که این هستی رو رو خودش نگه داشته از طریق قسط هست.
یعنی اون هم دست خداست، قسط دست های خداست که این هستی رو نگه داشته. اسم دست خدا در قیمومت و قوامیت هستی قسط نام داره. خیلی باید تأکید کرد روی این موضوع امروز، به خصوص انرژی کافی برای امفسایز کردن بیشتر، برای تکیه کردن بیشتر روی بعضی از موضوعات مهم که انرژی بیشتری میخواد امروز خیلی موجود نیست. ملایم از روی اینها میگذاریم، ولی نباید گذشت. شما توجه بکنید که پایه و اساس هستی به دو مرحله آفرینش و حفاظت، و اول قرآن وقتی که شما به نام خدا قرآن رو باز میکنید و از دو صفت خدا نام میبرید، صفت رحمان و صفت رحیم. صفت رحمان صفت چشمه جوشانی است که هستی از اون قلقل میکنه، هستی از اون فوران میکنه، هستی از او جنریت میکنه، هستی از او پیدا میشه، بودن به وجود میاد. و بعد این هستی از این چشمه‌ای که بالای کوه قرار داره و قلیان داره، از این قلیان شروع به ریزش میکنه در رودخانه وجود و سرازیر میشه، در این رودخانه حرکت میکنه به اون چشمه جوشان قلیاندار که هستی از او متظاهر میشه، به چشم میخوره، به وجود میاد، میگوییم رحمان. این ساده ترین مثالی است که میشه زد. به این رودخانه سیار و سیال و جاری که از اون چشمه ریشه میگیره، یعنی رودخانه وصله به اون چشمه، از اون چشمه میریزه، از این رودخانه میاد پایین، به اون چشمه میگوییم رحمان، به این رودخانه میگوییم رحیم. رحمان یعنی مصدر و منزل و مرکز و مبدع موجودیت، مبدع حیات، منشأ هستی، منبع بودن. رحمان، هم رحمان و هم رحیم هر دو از ریشه رحمه به معنای حیات و حیات بخشی، بودن و زنده بودن و زندگی بخشیدن. رحمت رحمه این معنی رو میده. در رحمان مصدر آفرینش اشاره میشه، از اونجا جنریت میشه، از اونجا بدعت میشه، از اونجا ایجاد میشه. ولی خب ایجاد شدن با دوام داشتن کاملا دو مسئله جداست. خیلی چیزها ایجاد میشه، ما از ایجادش هیچ اطلاعی نداریم چون دوامی ندارند. ما باید چیزها رو در زمان داشته باشیم. اگر زمان در چیزی نباشه ما او رو نمیبینیم و نمیفهمیم و درک نمیکنیم. رحمان مصدر رحمه هست، مصدر حیات و بودن هست. رحیم دو صفت در یک صفت جمع است، هم رحم است هم رحیم است. رحم یعنی اسم فاعلی که در دل خودش دارای رحمت هست. بنابراین اون چشمه که چشمه رحمانه از خودش چی تولید میکنه؟ رحم تولید میکنه. نه فقط رحمت تولید میکنه، رحم رحمت هم تولید میکنه. اون وقت این رحم وقتی که قابلیت تسری رحم رحمت پیدا میکنه، تبدیل به رحیم میشه. مثل قادر و قدیر،
مثل فاعل و فعیل، که قادر کسی است که دارای قدرت است، قدیر قادری است که دارای قدرت تقدیر است. ما یک قادر داریم که این قادر دارای یک قدری است، قدری داره، همه قادرها قدر دارند، ولی این قدر نمیتونه حرکت بکنه. یک کشتیگیر قادره، قادره به چیه؟ قادره به کشتی گرفتن. یک وزنه بردار قادره به وزنه برداشتنه، میتواند که مثلا چند کیلو وزن رو بردارد از روی زمین، ولی این قادر نمیتواند این قدر رو، یعنی قدرت و اندازه هر دو با هم، نمیتواند این قدرت و این اندازه رو به دیگری انتقال بدهد. یعنی یک بچه دو ماهه سه ماهه رو پیدا بکند، بگوید مثلا طفل سه ماهه من میخوام به تو تقدیر کنم این قدرت رو که تو هم وزن بردار باشی، این قدرت رو نداره، بنابراین قدیر نیست، ولی قادر به قدره. اما اگر این قادر قدیر بشود، اون قدیر قادری است که قدرت تقدیر و انتقال قدر رو از خودش به دیگری داره، ضمن اینکه اتصال حفظ میشه، یعنی از خودش سلب قدرت نمیکنه که به اون قدرت بده، بلکه این قدرت اتصال و انبساط پیدا میکنه، یعنی حفظ اتصال میشه، انبساط و گسترش هم ایجاد میشه. پس قادری که دارای قدر است، قادر قدر محسوب می شود. اما قادری که قابل یا قادر به تقدیر قدر خودش هست، قدری که به او داده شده می تونه تقدیر بکنه، منتقل بکنه به دیگری، به این می گوییم قدیر. رحم صفتی است که رحمه و رحمه در او وجود داره، مثل قادری که در او قدر وجود داره. رحم هم صفتی است که در دل او رحمه وجود داره یا رحمت وجود داره، ولی اگر بتواند که این رحم این قدری رو که او داره با خودش، اسم قدر رحم چیه؟ رحمه، رحمت. اگر رحم این قدری رو که در خودش داره بتواند که تسری بدهد و منتقل بکند و به او سریان و جریان بدهد، تقدیر قدر رحم به رحم صفت رحیم میدهد. رحیم عبارت است از رحمی که قدر خود رو، در اینجا رحمت است، رحمت خود رو بتواند منتقل کند، بتواند مسری کند، بتواند به جریان بیاندازد. در قرآن شریف می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهی که هم رحمان است، همون چشمه است، هم رحیم، هم وقتی که این رحمت شروع به سیلان و جریان میکنه و مرتب گسترش پیدا میکنه، ضمن اینکه زنجیره اتصالش به چشمه رحمان قطع نمیشه، یعنی هیچ وقت رحیم از رحمان جدا نمیشه، ولی رحیم در واقع امتداد رحمانه و تضمین بقای خلقت رحمانه، اون چیزی که رحمان میجوشه از او و سرریز میشه و وارد رودخانه میشه، اینها رو بهش میگوییم رحیم. و چون رحیم در جریان قرار داره، مرتب در حال رفتنه و مرتب در حال بزرگ شدنه، در حال حرکته، در حال تسریه، بدون اینکه از رحمان جدا بشه، یعنی هیچ وقت شما رحیمی نمیبینید که مستقل از رحمان باشه.
با این توضیحی که درباره این واژه من در گذشته نوع دیگری هم تشریح کردم برای شما، موضوع قائم در اینجا مطرح می شود که یک وقتی شما یک چیزی رو خلق می کنید، شما اینو شما که عرض نمی کنم، من خدا یک چیزی رو خلق می کنه و این خلق زمانی موجودیت پیدا خواهد کرد که قائمیت داشته باشه. ما زمانی اون چشمه جوشان رو حس می کنیم و می بینیم و می فهمیم که اون چشمه جوشان از رحمان وارد رحیم بشود و از رحیم وارد ذهنیت ما بشود. هستی کائنات رو خدا بر مبنای یک قانون و بر مبنای یک قاعده و بر مبنای یک سنت آفریده. اون سنتی که حافظ بقا و دوام هستی است، در بیان عجیب و حیرت آور قرآن قسط نام داره، یعنی هستی قائم به قسطه. بنابراین اگر در این هستی که خدا میگوید من این هستی رو، فرض کنید که این هستی یک ساختمان 20 طبقه باشه، مثال برای اینکه به ذهن ما کاملا مشخص بشه، این هستی که یک ساختمان 20 طبقه است، میگویند که این ساختمان 20 طبقه قائم به چه چیز است؟ شما روی آب که نمیتونید این ساختمان رو بسازید، روی هوا که نمیتونید در تعلیق این ساختمان رو بسازید، روی باتلاق که نمیتونید این ساختمان رو بسازید، این ساختمانی که استوار و ماندنی است، قرار هم نیست که سقوط بکنه، خراب هم بشه، روی چه پایه و پی و فاوندیشن این رو ساختید که اون فاوندیشنی که ساخته شده، اون پایه‌ای که ساخته شده، اون نگهدار قیم این بناست، که این بنا رو در دل خودش نگاه داشته، حفاظت میکنه که این بنا بیسته روی این پایه. اون پایه رو قرآن میگوید که اسمش هست قسط، یعنی هستی که خدا آفریده. این هستی بر مبنای این عدالت آفریده شده، یعنی جهان هستی در تعادل آفریده شده، هم در تعادل آفریده شده هم در عدالت آفریده شده. قبل از اینکه حالا به بحث اصلی وارد بشویم، این سخن مطرح است که اگر چنین است پس چگونه این هستی در بعد اجتماعی با این همه ظلم مواجهه؟ اون رو باید پاسخ داد. ولی اون چیزی که معنی این آیه است به صورت مختصر همان است که تقدیم شد. شهادت می‌دهد الله، گواهی می‌دهد الله که اوست الله و نیست الهی معبودی مگر او، و فرشتگان و صاحبان علم و آگاهی، یعنی کسانی که دارای معرفت و آگاهی هستند، الله گواهی میدهند، اونها هم گواهی میدهند، تصدیق میکنند که الله قائم و نگهبان و حافظ و برپا دارنده و در واقع محافظ هستی بر اساس عدالت است. نیست هیچ معبودی مگر او الله که عزیز و قدرتمند و صاحب قدر و تقدیر و حکیم است، قادر و قدیر، عزیز و حکیم است. در این آیه چندین واژه کلیدی به کار رفته است که برخی از آنها جدید و محتاج به تشریح جامع تر است. شهادت، الله، اله، فرشتگان، صاحبان خرد و علم و آگاهان، مفهوم قائم، مفهوم قسط، مفاهیم دو واژه دیگر عزیز و حکیم، و بخش های گذشته
این دو واژه، واژه حکیم و عظیم، عزیز و حکیم گفته شده. شهادت از نظر لغوی به معنای گفتن اطلاع دادن، مطلع کردن، آگاه ساختن، گزارش رو به رؤیت و به فهم کسی برآوردن، یک گزارشی رو از یک واقعی مفهوم یک شخص ساختن، خیلی خیلی مهمه. یک گزارشی رو از یک واقعی و از یک موضعی و از یک موضوعی برای مستمع قابل فهم ساختن، یعنی مثلا من برای شما تعریف میکنم که یک انرژی پیدا کردن 10-11 سال پیش به نام انرژی سیاه یا انرژی تاریک که تمام محاسبات تقسیم بندی انرژی رو در سالهای گذشته همه رو به هم ریخته و تا به حال هرچه انرژی در یونیورس پیدا کرده بودند که میگفتن این یونیورس با این انرژی حرکت میکنه، این میلیاردها کهکشان و این حرفایی که همش هست، همه اینها با اون نیرو حرکت میکنه و این تئوری رو هم به کار بسته بودند و خیلی هم پیشرفته بود. از 10-11 سال پیش به این طرف این تئوری تقریبا باطل اعلام شده، برای اینکه میگن این تئوری بیش از 7 یا 8% فکر میکنم این رقم یا چیزی شبیه این، حالا درست یادم نیست، از کل انرژی هستی است. 92 یا 93% از انرژی دنیا که ندیده گرفته شده بود و این 7% به حساب 100% گذاشته شده بود، این فقط 7-8%. 92-93% از نیروهایی که در هستی وجود داره نیروهایی است که قابل شناخت نیست ولی به ابزار الکترونیکی با دوربین های الکترونیکی آثار اون دیده میشه، خودش دیده نمیشه ولی آثارش دیده میشه. امواجی رو که از راه های دور دریافت میکنن وقتی میخواد به این کامپیوترها و این دوربین های الکترونیکی برسه، در برخی از فواصلی که طی میکنه به اصطلاح قوس برمیداره و شکم میده و این تغییر جهت مستقیم که تبدیل به کمانه میشه نشان دهنده این هست که در اطراف اون موجی که عبور میکنه، خطی که عبور میکنه، نیروهایی وجود داره که با نیروهای مشابهش متفاوته. به این علت هست که تغییر مسیر موقت ایجاد میکنه و این به صورت یک لوپولی، به صورت یک خروج موقتی از مسیر نشان میده که یک نیروی او رو به طرف خودش میکشه و بر این مبنا محاسبه کردند که همون چیزهایی که عرض کردم. خاطرم رفت که چی میخواستم بگم که این مثال رو بیرون آوردیم، حالا بعد دو مرتبه به نوار نگاه میکنم خاطرم میاد. شهادت به معنای گفتن و اطلاع دادن و گزارش به رؤیت یک امر به طریقی که اون رؤیت قابل فهم بشود. فکر میکنم موضوع شهادت رو در این زمینه میگفتم که یک چیزهایی هست که ما نمیفهمیدیم، مفهوم ما نمیشد، مثل همین انرژی سیاه وجود داره ولی ما هنوز هم نمیدونیم. ما که عرض میکنم این دنیای علم، نه من، نمیدونیم چیه. از آثارش رو میشناسند و امیدوار هم هستند که او رو بشناسند. از چیزهایی که در مورد اون گفته میشه در ارتباط با انرژی تاریک، با چاه های هوایی یا با سیاه چال های هوایی و ارتباط این دوتا با هم دیگه،
به یک موضوع عجیب دیگری که در این سیاه چالها و چاله های بزرگ سیاه که اینها همه کهکشان ها رو که نزدیک اون بشه میبلند و در درون اونها تبدیل به انرژی تاریک میشه و میگویند که علم گفته است که در اونجا زمان وجود نداره، یعنی مکان بی زمان وجود داره. چیزهایی که برای آدمهایی که تخصص اون کار رو ندارن مثل من قابل فهم نیست، فقط میشنوم و حیرت میکنم. یکی از مفاهیم شهادت گزارشی است که معنای یک چیزی رو مفهوم میکنه، یعنی مثلا راجع به انرژی سیاه گزارش میده و برای من که نمیفهمم انرژی سیاه چیست، این گزارش و این رو مفهوم میکنه، من دارای فهم میشم نسبت به موضوع انرژی. به این میگویند شهادت. گزارش اطلاع از امری رو دادن و همینطور گزارش و تصدیق، یعنی هم اطلاع دادن و هم صدق اون اطلاع رو اعلام کردن که من این اطلاع رو دارم و این اطلاعی که دارم صادقه. یعنی دو موضوع درش هست که هم اطلاع میده و هم تصدیق میکنه و اینها همه معنی شهادت هست. یکی دیگه از معانی شهادت که خیلی مهمه، چون ما در قرآن بارها و بارها با این واژه سر و کار خواهیم داشت، حاضر بودن بر یک واقعه است. میگم که من شاهد این قضیه بودم، یعنی من اونجا حاضر بودم و گزارش علم ناشی از این حضور رو ارائه کردن. میگم من مثلا بالای کوه بودم، خودم شاهد بودم که آب بالای کوه مثلا در 93 درجه به جوش آمد. عجب، آب 100 درجه به جوش میاد. نه، من شاهد بودم، هم حاضر بودم و هم علمی رو که از این حضور و از این شهود به وجود میاد برای شما شهادت میدم. شهادت میدم که من حاضر بودم در بالای کوه و شهادت میدم که آب در اونجا با چشم خودم دیدم که با درجه 93 درجه که شد شروع کرد به غلیان، در حالی که شهادت میدهم که وقتی روز قبلش کنار دریا بودم همین درجه و همین آب رو بردیم و جوشاندیم و تا به 100 درجه نرسید آب غلیان نکرد. هم علمی رو گزارش میدم، هم شهود بر اون علم رو گزارش میدم، هم حضور خودم رو در جایی گزارش میدم. به این میگوین شهادت. ارائه دلیل کردن، یک دلیلی رو شما ارائه میکنید، یعنی شهود استدلالی رو عمل میکنید. میگویید که چون که آب در دریا در کنار دریا 100 درجه به جوش میاد و در هر 100 متری، مثال عرض میکنم، 1 درجه کم میشه جوشش آب، هر چقدر شما ارتفاع بگیرید درجه جوشش پایین تر میاد، ارتفاعی که بالا میره درجه جوش آب پایین میاد. من حساب کردم که در 2-3 مرتبه این کار رو تجربه کردم و در اثر این تجربیات شاهد بر این امر بودم که در ازای هر 100 متر ارتفاع 1 درجه غلیان پایین تر میاد. خب این شهود به چی میدم؟ من تا مثلا 3 جا رو دیدم، 3 تا 100 متر رو امتحان کردم، ولی من مثلا به جایی که 5000 متره که نرفتم تا حالا. ولی روی استدلال میگویم که من سند شهودی میدم به شما، یعنی من شاهد بر این امر بودم، یک مقداریش رو تجربه کردم، یک مقداریش رو بر استدلال متکی به اون تجربه پیش میرم.
تصدیق دلیل ارائه مدرک و تصدیق همان مدرکی که ارائه میدیم. هم مدرک میدیم و هم ارائه میکنیم اون مدرک رو و هم تصدیق میکنیم اون چرا که ارائه کردیم. گواهی دادن بر یک امر بر اساس اطلاع، بر اساس وثوق، بر اساس علم و بر اساس مشاهده ما و بر اساس استدلال و تجربه ما چیزها رو یا از طریق اطلاع میشناسیم یا اینکه از طریق خبر، خبری که موثق هست میشناسیم. مثلا ما فردوسی رو که ندیدیم ولی این هم راجع به فردوسی صحبت میکنیم، چون در مورد فردوسی و تاریخ فردوسی و زندگی فردوسی و بعد اشعار فردوسی وثوق پیدا کردیم به فردوسی و به عنوان شاهد از فردوسی استفاده میکنیم در کلماتمون که آدم ملی بوده، این طور بوده، اون طور بوده و نشان میدیم که در اثر اطلاعی که جنبه وثوقی داره به همین ترتیبی که عرض کردم و به لحاظ علمی که داریم گاهی از اوقات شهادت میدیم. مثلا شهادت میدیم به بعد چهارم. بعد چهارم رو هیچ کس نمیداند که چیز داره، میگن طول و عرض و ارتفاع و زمان. میگویند که دانشمندی در دانشگاه هاروارد یا کجا یا پرینستون، نمیدونم، MIT فکر میکنم، که تا بعد 26 ماده رو پیدا کرده. من اصلا بعد چهارم هم نمیفهمم که چجوری بعد چهارم زمان بعد چهارم میشه، ولی میگن علم. اما تعریف میکنم برای شما درست مثل این که مشاهده کردم و متکیه به اون میشم، یعنی طبق بعد چهارم چنین است و چنان است. وقتی که اقرار میکنیم اون هم معنی شهادت میده، اظهار میکنیم معنی شهادت میده. وقتی که ما میگوییم که من استماع یک حادثه رو کردم، شنیدم که یک کسی چنین میگفت، چنان میگفت، دارم شهادت به استماع میدم یا شهادت به یک واقعه میدم که به من گزارش شده و بعد گزارش رو من تایید و تصدیق میکنم یا بر اثر تجربه‌ای که خودم دارم یا بر اثر تجربه‌ای که کسی داره که مورد اعتماد منه. در مورد شهادت بیشتر میشه صحبت کرد. گاه از واژه شهادت و شهید در ارتباط با هستی و حیات سخن گفته میشود که یک سری معنی های کاملا مستقل از اون قبلی است. یعنی کسی که جان خود رو در راه ایثار هدف به نحوی به مشاهده می‌گذارد، یعنی برای اینکه افراد مشاهده بکنند که چطور یک نفر جانش رو در تأثیر یک کاری مصرف می‌کنه، به این اثری که از خودش به جا می‌گذاره در اون مسیری که حرکت می‌کنه، به این اثر میگن، البته اثر، ولی به اون عاملی که این اثر رو ایجاد میکنه، چون این اثر مشهود آدم میشه دیگه، آدم شاهد این اثر هست. یه کسی که فرض بفرمایید که یک اتومبیلی ساخته، این اتومبیل اثر اوست و مشهود هم هست. شما با نگاه کردن به این اتومبیل شاهد بر وجود این اتومبیل میشید. وقتی یک کسی یک اثری به وجود میاره در جامعه، حالا یک تابلوی نقاشی باشه یا یک سیستم نظام اجتماعی باشه، اثر یک کسی که در یک کاری دیده میشه به اون اثر و شهود به اون اثر شهادت میگن. خود شخص ممکن است مرده باشد، ممکن است زنده باشد، هم میتواند شهید، هم میتواند زنده باشد، هم میتواند مرده باشد. حالا در ادبیاتی که بعدها به ما آموختن، شهید فقط مرده است، در صورتی که قرآن اینطوری نیست. از مواردی که باز بین قرآن و ملا اختلاف به وجود میاد این است که در درس ملایی شهید فقط مربوط به کسی است که کشته شده باشه و در راه خدا هم کشته شده باشه.
آدم زنده شهید محسوب نمیشه. البته اوایل انقلاب یه سری از قرآن شناس ها اظهار نظر کردن که شهید لازم نیست مرده باشه. یه مدتی هم قبول کردن که آدم های زنده هم میتونن شهید باشن، ولی بعد یه به هر حال خبری نیست از این حرفا، قراره که باز هم همون مرده پرستی و اینها باشه. شهید طبق همون قانون فاعل و فعیل، قادر و قدیر، حامد و حمید، رحیم و رحیم، یکی فاعل است و یکی فاعلی است که تسری به مفعول پیدا می کند. وقتی که ما می گوییم شاهد، اسم فاعل کسی است که مشاهده کننده است، یعنی کسی که فعل شهود رو داره انجام میده، یعنی کسی که فاعلی است، شاهدی است بر یک مفعولی، بر یک مشهودی. این شاهد که یک مشهودی رو میبینه گزارش میده که من شاهد هستم که این اتفاق افتاد، من شاهد هستم که این چیز بوده، من شاهد به این امضا هستم، من شاهد به این هوا هستم، به این تجربه هستم، به این علم هستم. به یک مشهودی اشاره میکنه که حالا مشهود ذهنی است یا مشهود عینی است یا مشهود مادی است، به یک مشهودی اشاره میکنه. شما مشهود رو نمیبینید، شما شاهد رو میبینید، شاهد مشهود رو میبینه، شاهد از مشهود برای شما تعریف میکنه، شهادت میده. من شهادت میدم که من دیدم که این خانم این نامه رو امضا کرد داد به این آقا. من شهادت میدم که این آقا با این خانم در حال زنا بود. شما ندیدید. شما بر اثر شهادت یا اطلاعی که پیدا میکنید از این شاهد، اون موضوع رو اعتبار بهش میدید، حالا یه درجه اعتباری بهش میدید، با قرائن دیگه مخلوط میکنید. به هر حال شما اطلاع پیدا میکنید از ذهنیت شاهد. حالا باور هم نمیکنید که لزوماً هر چه این گفته راست گفته، ممکنه دروغ میگه. شما با اون واقعه آشنا نمیشید، شما از طریق شاهد مشهود رو نمیبینید. مشهودی رو شما میبینید که این شاهد ادعا میکنه، ولی مشهود واقعی رو نمیبینید. ممکن هم هست که این با اون زن یک اختلافی داره، به دروغ میگوید که من خودم دیدم، شاهد بودم که این خانم زنا میکرد. ممکن هم از زنا نمیکرده، ممکن هم از میکرده. شما او رو نمیبینید، شما شاهد رو میبینید و قضاوت روی شهادت شاهد میکنید. کار شاهد به همینجا تمام میشه، نسبت به یک امری شهادت میده، اعتبار شهادت او منوط به عوامل دیگری میشه. شهید شاهدی است که تسری به مشهود پیدا میکنه برای شما. شهید یعنی شاهدساز، یعنی تقدیر شهود میکنه، دارای قدریست، قدر شهادت، که اون قدر رو تقدیر میکنه به دیگری. یعنی الان یک شاهدی که یک مشهودی داره میگه من دیروز سفر میکردم، دیدم که این آقا با هفتیر داشت این آقا رو میکشت، ما ندیدیم اون رو، او دیده. حالا تصمیم میگیریم راست میگه یا دروغ میگه، بقیه شرایط رو بررسی میکنیم، تصمیم میگیریم. در مقابل این که ما هرگز دسترسی هنوز به اون مشهود نداریم، ممکن است که این شخص به مقام شهید برسد، یعنی تقدیر قدر شهادت بکند. شهید عبارت است از شاهدی که شما مشهود رو در او میبینید، یعنی شاهدی که شهید ساز میشه، مشهود ساز میشه، عذر میخوام، شاهدی که مشهود میسازه برای شما و شما رو شاهد میسازه. خودش اگه شاهد باشه خودش تعریف میکنه که من چنین چنان دیدم. اگر که این شخص شهید باشه دیگه لازم نیست برای شما تعریف کنه که من چی دیدم. شما از نگاه کردن به شهید
مشهود رو میبینید، یعنی در واقع شهید شاهدساز میشه در اینجا و به بعضی از افراد در تاریخ شهید میگویند. مثلا در تاریخ اسلام به نوه پیامبر حسین ابن علی در مبارزه‌ای که داشته و در جهادی که داشته، در هر چی که اسمش هست، رستاخیزی که داشته، به او شهید میگویند. چرا شهید میگویند؟ برای اینکه خود او شاهد یک امری بوده. ادعا رو دارم، من میخوانم، من اظهار نظر نمیکنم، شاهد یک امری بوده و شما اون امر رو میتوانستید که از طریق گزارش بشنوید، به شما بگوید که من چنین دیدم، چنان دیدم، این طور شد، اون طور شد، تعریف بکنه، شهادت میده دیگه. شما شهادت یا قبول میکنید یا نمیکنید. اما یک وقتی سخنی نمیگوید. یعنی اگر که راجع به الهیت صحبت میکنه و شهادت میده، یا راجع به حقیقت صحبت میکنه، یا راجع به عدالت صحبت میکنه، راجع به هر چی که شهادت میده، در مقام شاهد وقتی این کار میکنه، شما شهود رو از دهن او میشنوید. ولی وقتی که شهید میشه، شما مشهود رو با چشم خودتون در شاهد میبینید، در شهید میبینید. یعنی شما یک وقتی امام حسین برای شما داستان تعریف میکنه، یک وقتی این داستان رو در خود او میبینید. به عنوان مثال برای شما سخن میگوید که برای احقاق حقیقت قرآن، انسان اگر بتواند که با ایثار با سه نقطه، با ایثار جان خودش بتواند که یک درسی از درسهای قرآن رو به مردم بیاموزد، این کار مجاز است و من شاهد بر این امر بودم. خودش میگوید که به جای اینکه بگوید من شاهد بر این امر بودم، شما میبینید که او این امر رو انجام میده، یعنی خود او تبدیل میشه به اثر و شما با نگاه کردن به حسین مشهود او رو ملاحظه میکنید. یعنی شما هم شاهد میشید، از طریق نگاه کردن به این شهید به مشهود او میرسید. به همین علت هست که در ادبیات از او به نام سار الله نام میبرند. سار به معنای سه نقطه، به معنای اثر، نه به معنای خون. باز هم شیعیان محترم این جمله رو اشتباهی یا هرچی دگرگون کردن و میگن که حسین سار الله، سارم یعنی خون، پس حسین خون خداست. نیست همچین چیزی. سار به معنای اثر هست. حسین سار الله یعنی که حسین اثر خداست. اثر خدا همون مشهوده. یعنی شما به جای اینکه اثر خدا رو از دهان حسین بشنوید، اثر خدا رو در حسین میبینید که ایمان به قرآن و ایمان به خدا چه اثری میتواند در آدم داشته باشد و انسان در داشتن ایمان به خدا چه اثری میتواند از خود به جا بگذارد. از هر دو طریق میشود به این موضوع نگاه کرد. به این دلیل است که به او میگویند سار الله. عرض کردم که در مقدمه سخن درباره تعبیر مفاهیم شهادت بسیار گسترده است. سعی میکنیم که به یک نحوی قابل مدیریت و مجموع کردن باشه. اتاق فرمان اگر دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید، باز میگردیم با بینندگان خواهیم بود.